دوستان نویسنده، هم از این روست که میگویم و میخواهم که بگویید محمد جعفر پوینده جان باخته راه آزادی است و نه جز آن. خانون دیروز در منزل یکی از اعضای خودش یک مراسمی برگزار کرد، ولی این راه به این صورت برگزار کرد که واقعا فقط به صورت شفاهی اطلاع داد به بعضی از اعضا و بعضی از دوستداران. اونا اومدن یه جمعیت مثلا حدود 100 نفر آدم توی خونه جمع شدن، یک مراسمی برگزار شد. ولی اون مراسم هر سالش رو که در امامزاده طاهر کرج هست، اون رو برگزار خواهد کرد و در آینده اطلاعیه خواهد داد و بیانیه خواهد داد مطابق سنت هر ساله در این 20 سال. هرچند ما فکر میکنیم که دوباره جلوگیری میکنن از اینکه این مراسم برگزار بشه، ولی ما مصمم هستیم که اونجا بریم و این مراسم رو برگزار کنیم. اکنون ای سرپرستان مرتجع و ای تاریک اندیشان آزادی کش که خفاشوار و از اعماق تاریکی های قرون وسطا و دادگاه های تفتیش عقاید سر برآورده اید و به شکار پیام آوران روشنایی مشغولید. پیام شما را بر روی گلوی جعفر دریافت کردم و من زودتر از همه، زیرا با صدای آزادی خواهانه ای که از اون گلو بیرون می آمد آشناتر بودم. به نظر من جریان چنان فجیع بود که جامعه اولا بهش واکنش نشون داد. ببین، وجدان جامعه جریحه‌دار شده بود از این نوع کشتن آدم ها که حتی اگر کسی هم به هر حال معتقد بود که اینها مجرمان، باز هم قبول نمی کرد که با یک مجرم اینجوری برخورد بشه. این قلیانی که تو جامعه و این تلاطمی که تو جامعه وجود آمد یک عامل بود، یک عامل هم تضادهای درونی خودشون بود. این دوتا دست به دست هم دادن و دیگه نمیتونست این مکتوم بمونه. در واقع این رو نمیشه نادیده گرفت که به هر حال تضادهای درونی خود اینها و اینکه به اصطلاح سهم خواهی از قدرت. ببینید، نه، این مثالی برای شما بزنم، همین دوره نجف آبادی که وزیر اطلاعاتی بود که این قتل‌ها زمانش اتفاق افتاد، اون موقع شایع بود که این 13 کسی است که خاتمی این رو معرفی کرده به رهبر جمهوری اسلامی که تایید کنه. یعنی انقدر این آدم هایی را که برای وزارت اطلاعات هی به اون هی به اصطلاح چیز کرده بود، چون به هر حال این تبدیل به یه سنتی شده، بعضی از وزارت ها خانه ها رو وزیرش باید با تایید بالاتر از خاتمی به اصطلاح چیز بشه، مورد تایید اون قرار بگیره. بنابراین مثلا وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، حتی وزارت ارشاد، این صحبت ها مثلا این وزارت حساسی رو، این دیگه از زمان رفسنجانی و شاید پیشتر از اون موسوی و این چیزا، به هر حال این تبدیل به سنتی شده بود، گرچه قانونی نیست دا، ولی به هر حال تبدیل به سنتی شده بود که اینها رو باید تاییدیش از بالاتر بگیرم. در مورد این وزیر هم میگفتن که این 13 کسی است که معرفی میشه و اون 12 مورد را رد شده بود. یعنی چی؟ این جز به این معنی است که نبرد قدرتی در جریانه. یعنی کسی میخواد یه نفر از جناح خودش رو بذاره و اون یکی اون رو پس میزنه و این هی چونه میزنه یکی دیگر میذاره، این چونه میزنه یکی دیگر میذاره. 13 بار تکرار این مسئله خیلی جدیه. بعدش در پرونده خود شما مثلا بالا همون چیزی که درس کرده بیرون حسابی میبینی که مثلا اونایی که بعدن مثلا اون
باند بازجوهایی که بعد از این که تصمیم گرفته میشه که پرونده اون روند مورد نظر کل حاکمیت رو طی بکنه، اونها به اصطلاح مدام سعی میکردند که ببرنش بیشتر تو مسیر خودشون. یعنی چی؟ یعنی مثلا رفت اتهام بکنن از دوره نجف آبادی، در حالی که مثلا همین متهمی ردیف و یک و دو که مصطفی کاظمی بود و مهداد عالی خانی چندین بار در این اعترافاتشون اعلام میکنن که این دستور رو از دوره نجف آبادی گرفتیم و اون همه منکر میشد. این هم دوباره یکی از اون جنگ جناحی بود که بالاخره با فیصله اینجوری پیدا کرد که اون استعفا داد و دادگاهش هم ازش خواستن بره دادگاه، با قسم خورد گفت من نقشی نداشتم و تبرئه شد. همین دوره نجف آبادی، یعنی تبرئه شدنش هم به این صورت بود، یعنی خود همون مرجع رسیدگی به پرونده اینو احضار کرد، خود اونم در رأسش به هر حال اون جناح راستیا بودن و این قضیه رو به این ترتیب فیصله دادن که این اگه قسم مثل که امام یه چیزی از سه بار قسم بخوری و اصلا دیگه پذیرفته میشه و شما دیگه تغییر قرار نداری. میخوام بگم که به هر حال این بحث هم از طرف واکنشی که جامعه نشون داد و هم جنگ جنایی، این دوتا دست به دست هم داد و دیگه این پرونده رو نمیشد پنهان نگه داشت، یعنی این قتل ها رو نمیشد پنهان نگه داشت، زده بود بیرون خودش رو از فرط این اوضاعی که این دو عامل، برایندی که حاصل شده بود از این دو عامل، به نظر من خودش زد بیرون، به طوری که حتی قبل از انتشار اطلاعیه 15 خرداد روز قبلش روزنامه سلام گفت وزارت اطلاعات زیمدخل توی جریان و این قصه ها توسط بعضی از اعضای وزارت اطلاعات، یعنی حتی یعنی چنان زده بود بیرون که دیگه اصلا نمیتونستن جلوشه بگیرن که این سرریز کرد تو روزنامه سلام. روزنامه سلام اینو گفت که اطلاعات مقصره و مثلا اون کسانی که قتل‌ها رو انجام دادن اعضای از اطلاعات هستن و روز بعدش، یعنی 15 دی بود که مثلا اطلاعیه خود وزارت اطلاعات منتشر شد. میخوام بگم یا کسانی دیگه هم به هر حال بر اساس حالا شهود بود، بر اساس هر چی بود، واقعا گفته بودن بعد از قتل فروهرها. من یادمه یکی از اعضای حزب ملت که همین چند وقت پیش فوت کرد، آقای بهرام نمازی، تو یکی از سخنرانی‌هایی که برای فروهرها گرفته بودن اونجا به صراحت گفت آره این کار اطلاعاتی هست. دلیلش هم این بود که میدونست خونه فروهر کاملا شنود میشه، یعنی تمام گفتگوهای تلفن‌هایی که به فروهر میشد یا فروهر به دیگران میشد همش شنود، دستگاه شنود تو خونش بود و اینا، یعنی این میدونست، این چون به هر حال عضو حزب ملت بود، یعنی همون حزبی که به هر حال فروهر رهبرش بود. میخوام بگم که یک شواهدی هم اینجوری داشت که به هر حال اینا زده بود بیرون دیگه، جلوش نمیشد بگیری واقعا. این تناقضا دقیقا به علت این است که یک سیر این قضیه، این پدیده طی کرد تا به یک اون پرونده مطلوب رژیم تبدیل شد. این تناقضها معلول این سیریه که طی شده. ببینید من اشاره کنم همینجوری به اصطلاح روند اتفاقات رو به شما میگم که به این جواب سوال شما هم توی این داده خواهد شد. من به طور مشخص در مورد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده صحبت میکنم که اینها چرا کشته شدن. به این دلیل، دو تا دلیل داشت به نظر من. یکم فعالیت اونها در
کانون نویسندگان ایران برای آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا. در مورد این حقیقت سه تا فاکت وجود داره که نشون میده که اینها یکی از دلایل کشته شدنشون فعالیت در کانون نویسندگان ایران بوده. این سه تا فاکت، یکیش فعالیت اونها برای برگزاری مجمع عمومی کانون در مهر ماه 77 است. میدونید که در مهر ماه 77 اعضای اون کمیته تدارک برگزاری مجمع عمومی کانون به دادگاه انقلاب فراخوانده شدند و در اونجا اونها را تهدید به مرگ کردند و این یعنی اینکه این خط قرمزی بود برای رژیم که به هر حال اعضایی از کانون نویسندگان به خودشون جرأت دادن که مجمع عمومی کانون رو برگزار کنن، انتخابات برگزار کنن، هیئت دبیران انتخاب کنن و قضایای دیگه. این یک. دوم، اعترافاتی است که خود متهمان به طور مشخص در مورد مختاری و پوینده میکنن و میگن اینها از اعضای فعال، از اعضای سازمانده و از اعضای متفکر کانون نویسندگان بودند. یعنی اینکه این انتخاب اینها از سر تصادف نبوده و کاملا با برنامه بوده. و نکته سوم، یک فاکت است که در اعترافاتی که مهرداد عالی‌خانی متهم ردیف دوم پرونده، یعنی همون فرمانده تیمی که هم مختاری و هم پوینده رو سوار ماشین میکنن و میبرن در بهشت زهرا، اونجا در یک سالونی که در اختیار وزارت اطلاعات بوده اونجا خفه میکنن، اون در اعترافاتش از جمله این رو میگه، میگه بعد از اینکه پوینده رو خفه کردیم من تماس گرفتم با مصطفی کاظمی و بهش گزارش دادم، گفتم تمام شد، مسئله رو انجام دادیم، یعنی کشتیم پوینده رو. بعد مصطفی کاظمی بهش میگه بیا الان من تو رو ببینم، لازمه ببینم، قرار با هم میذارم، این توی پرونده هست جز اعترافات عالی‌خانی، قرار میذارن در شهرک آپادانا همدیگه رو میبینن. یک شماره ای از مجله فرهنگ توسعه رو همین عالی‌خانی داشته و خودش میگه بعد از اینکه رسیدم به اونجا و کاظمی رو دیدم این مجله رو دادم به ایشون، گفتم بخون ببین چه کسی رو کشتیم. اون شماره از فرهنگ توسعه حاوی یک مصاحبه مفصل و طولانی با محمد جعفر پوینده بود. در مورد چی؟ در مورد آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا. هر کس که اون رو بخونه، اون مصاحبه رو بخونه، در سراسر این مصاحبه این عقیده پوینده، باور پوینده و نظر پوینده در مورد آزادی بیان موج میزنه توش و اون دفاع پرشور، دفاع جانانه و شجاعانه او از آزادی بیان کاملا مثل یک نخ تسبیحی در تمام این مصاحبه خودش نشون میده. خب وقتی که اون قاتل به مقام بالادستش میگه اینو بخون ببین کیو کشتیم، دقیقا منظورش اینه که یکی از پیگیرترین مدافعان آزادی بیان و یکی از کسانی که میخواسته قانون نویسندگان دوباره بر مثلا انتخابات برگزار کنه، مجمع عمومی بذارن، که این تشکل برای به فعالیت خودش برای آزادی بیان ادامه بده. دلیل دومی که اینها کشته شدن به خاطر اون دگراندیشی اونها بود، یعنی هم محمد مختاری و هم جعفر پوینده از نظر عقیدتی، از نظر باورهایی که داشتند، عقاید متفاوتی با اون عقیده حاکم بر جامعه داشتند. دگراندیش وقتی میگم به این معناست. اینها برای این هم سه تا فاکت کاملا موثق وجود داره که چرا اینها به اصطلاح به دلیل دگراندیشیشون کشته شدن. یکیش این است که
در فاصله قتل ها، یعنی آخرین قتل که قتل پوینده بود در 18 آذر 77 تا اطلاعیه وزارت اطلاعات در 15 دی 77، چندین اطلاعیه با نام فداییان اسلام ناب محمدی خط تیر مصطفی نواب منتشر شد. در اون اطلاعیه ها به طور مشخص از اینها به عنوان کسانی که به هر حال اون جمله شو من دقیقا برای شما میخونم، نوشته دشمن زبون با قلمهای فاسد مشکوک و ضد دین حجمه شدید و ناجوانمردانه خود را به اصول حقه انقلاب اسلامی آغاز کرده است. البته اونها هیچ کدوم واقعا تبلیغاتی علیه دین نکرده بودند، ولی اونها به هر حال آدمهای سیاسی بودند، از نظر فکری چپ بودند و این هر دوتای اونها، مختاری که اصلا زندان کشیده بود، پوینده تحت تعقیب بود در دهه 60، فعالیت سیاسی داشتن. اونها به اصطلاح به این دلیل هم، به این دلیل که عقاید خاص خودشونو داشتن، زیر ضرب رژیم بودن. بنابراین این اطلاعیه وقتی میگه که در اطلاعیه دوم خودشون، همین گروه فدایان اسلام ناب محمدی، میگن که اینها حتاکی های بی حد و مرز به اصول متقن نظام ولایی کردن، و بعد در همون اطلاعیه میگن یک واحد قضایی با 3 قاضی عادل بعد از محاکمه قیابی معدومین را مفسد فی الارض تشخیص داده و محکوم به اعدام کردن. فاکت دومی که نشون میده که اینها به دلیل دگراندیشیشون کشته شدن، سخنان حسینیان بود. اگر یادتون بیاد، حسینیان یک روحانی بود که اون موقع، یعنی بعد از اطلاعیه وزارت اطلاعات که در 15 دی 77 منتشر شد، دو تا مصاحبه کرد، یکی با یک برنامه به اسم برنامه چراغ در رادیو تلویزیون و یکی هم با روزنامه کیهان. در هر دوی اینها از این به اصطلاح قربانیان این قتل ها که 4 نفر بودند، پروانه اسکندری، داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، از اینها به عنوان مرتد و ناسبی اسم بود. کاملا مشخص بود که منظورش از مرتد مختاری و پوینده بود و ناسبی، ناسبی یعنی کسی که به زعم اینها و عمه عطار مثلا گستاخی کرده و مثلا حالا توهینی کرده، در حالی که در مورد اینها واقعا صادق نبود. و نکته اون فاکت سوم که از اونها به مراتب مهمتر است، حرفیست که نیازی که اون موقع یک روحانی بود که دادستان سازمان قضایی نیروهای مسلح بود، پرونده احاله داده شد. میدونید که این پرونده به دلیل اینکه در 3 جای تهران اتفاق افتاده بود، در 3 جا پرونده تشکیل شده بود، یکی در تهران برای پروهر و همسرش، یکی در شهر ری برای مختاری و یکی هم در شهریار برای پوینده، چون اینا جسداشون، مختاری جسدش نزدیک شهر ری پیدا شده بود و پوینده هم جسدش نزدیک شهریار. بنابراین در حوزه نیرو انتظامی و کلانتری های اون منطقه برای اینها پرونده تشکیل شده بود. بعد این 3 جمع شدن، به طور کلی تمام مدارک احاله داده شد به سازمان قضایی نیروهای مسلح. حالا خودش این اصلا این که چرا در حالی که اینها اصلا نیروی مسلح نبودن این پرونده احاله داده شد به اینجا، خودش بحث مفصلی است که باید در جای خودش بررسی بشه. اون موقع نظر وکلا این بود که این دادگاه، این دادسرا در واقع صلاحیت رسیدگی به این پرونده رو نداره، برای اینکه
کارمند وزارت اطلاعات که جزء نیروی مسلح نیست، ولی به هر دلیل این پرونده داده شد به سازمان قضایی نیروهای مسلح. در اون زمان دادستان این سازمان روحانی بود به اسم نیازی. اون در یک مصاحبه‌ای که در تاریخ 30 دی ماه 77 با ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی کرد، یک جمله مهم میره گفت، اونم این بود که متهمان در مورد مقتولان ادعاهایی دارند که باید اونها را با استناد به ماده 226 قانون مجازات اسلامی اثبات کنند. قانون این ماده 226 چیه؟ من برای شما میخونم. ماده 226 اینو میگه: قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشته شدن نباشد، و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند. معنای حرف نیازی این بود که این متهمان آمدن گفتن ما اینها رو بر اساس حکم و فتوای شرعی چون که مستحق بودن کشته بشن کشتیم، بنابراین با استناد به قانون خود جمهوری اسلامی ما این انجام دادیم. خب چه کسی مستحق کشته شدن؟ مسلمه اون چیزی که در این پرونده مورد نظر بود اینا به دلیل اینکه اینا عقایدی داشتن که از نظر اونها مرتد محسوب می شدن، اینها فتوا داده شده بود که اینها باید کشته بشن، محدود و دمن قتلشون واجبه. بنابراین خلاصه اگر بکنم، به دو دلیل پوینده و مختاری کشته شدن. یکی فعالیتشون در کانون نویسندگان ایران برای آزادی بیان بی هیچ هست رو استثناء، و دوم دگر اندیشی اونها. خب حالا جمهوری اسلامی با یک پرونده روبرو بود که متهمان او پرونده ادعا می کردن بر اساس قانون خود جمهوری اسلامی این کار کردن و حاضر بودن بیان تو دادگاه بر اساس ماده 226 اثبات بکنن که اینها مستحق کشته شدن بودن. خب اگر دادگاه بر اساس این پرونده چنین پرونده‌ای تشکیل میشد، خیلی روشن بود که بعد جامعه رو میکنه به جمهوری اسلامی، میگه که خب اینجوری که این پرونده نشون میده اینهایی که مرتکب قتل شدن بر اساس قانون خود جمهوری اسلامی، قانون مجازات اسلامی این کار کردن، بنابراین اگر ایرادی وارد هست به خود جمهوری اسلامی وارده، چون اون قانون این مجوز رو داده به یک عده‌ای که اونها بیان بر اساس تشخیص خودشون یک عده‌ای رو مستحق قتل تشخیص بدن و اونها رو بکشن. خب اگر دادگاه بر چنین اساسی تشکیل میشد، این برای جمهوری اسلامی خیلی گران بود، برای اینکه نگاه ها رو متوجه خود جمهوری اسلامی میکرد به عنوان مسبب قتل اینها. طبیعی بود که از اینجا به بعد پرونده باید یک سیر دیگه‌ای طی میکرد، ریل پرونده باید عوض میشد تا این نگاهی که معطوف شده بود به جمهوری اسلامی این جای عوض بشه، مسیر دیگه پیدا بکنه. یعنی پرونده باید قلب ماهیت پیدا میکرد، به طور خلاصه بگم به شما. از همین جا بود که پرونده دیگه یک سیر دیگه ای طی کرد. اون سیر چی بود؟ پرونده ای که بر مضمونش این بود که به اصطلاح مضمونش توطئه بر علیه آزادی خواهی، توطئه بر علیه دگراندیشی، توطئه بر علیه مخالفت با جمهوری اسلامی بود، تبدیل شد به پرونده‌ای که گویا توطئه‌ای بر علیه خود جمهوری اسلامی شده. یعنی کاملا قضیه 180 درجه عوض شد و پرونده‌ای که به هر حال مضمون ضد آزادی خواهی داشت، پرونده مضمون ضد مثلا دگراندیشی داشت، تبدیل شد به پرونده‌ای که مضمونش ضد جمهوری اسلامی بود.
البته این رو هم بگم که این نطفه در همون اطلاعیه وزارت اطلاعات هم وجود داره. اونجا اگر مراجعه بکنید در همون اطلاعیه وزارت اطلاعات که در 15 دی داده شد، یک عبارتی کار رفته به اسم مطامع بیگانگان. یعنی اونجا هم به رغم این که وزارت اطلاعات به عهده گرفت که افراد که مسئولیت نشناس و کجندیش و خودسری باعث این قتلا شدن، در همونجا میگه اینها در جهت مطامع بیگانگان عمل کردن. یعنی بی مقدمه نبود این تغییر ریل پرونده، خود اون اطلاعیه بنیانش رو گذاشته بود. منتها از اونجایی که به هر حال این پرونده، گفتم اون ماده 226 مثل آینه ای نشون میداد که مسبب اصلی کجاست، بعد از این جریان به طور کامل و به طور انسجام یافته پرونده به طرف این سیر کرد که به اصطلاح مخدوش بشه، یعنی قتل ها لوس شد. در واقع در اطلاع اولین اقدامی که برای این مسئله صورت گرفت، اولین اقدامی که در جهت این لوس شدن پرونده قتل ها صورت گرفت و پرونده در واقع از یک ریل به ریل دیگه ای منتقل شد، از میان برداشتن سعید امامی بود. سعید امامی کسی بود که در واقع حلقه رابط این تیم عملیات، اینایی که کشته بودند به هر حال فروهر و همسرش رو و بعد مختاری و پوینده رو، اون تیم از طریق سعید امامی وصل میشد به بالاتر از اون و چون نمیخواستند اصلا پای بالاتر از سعید امامی به پرونده باز بشه، باید اون را از میان بر می داشتن، چون که به لحاظ قضایی باید به هر حال یک قرار موقوفی تعقیب صادر میکردن برای این، یعنی اینکه دیگه تعقیبش موقوفه به دلیل اینکه اصلا خودش وجود نداره. وقتی کسی کشته بشه دیگه اون مثلا تعقیبش هم متوقف میشه و این مجوز رو به اینها داد، یعنی از میان برداشتن سعید امامی این مجوز رو به مرجع رسیدگی به پرونده داد که تمام اعترافات اون رو از پرونده بیرون بکشه. بر اساس اون چه خانواده ها و وکلا می گفتن و پرونده رو خونده بودن، پرونده دو سه بار شماره گذاری شده، یعنی هر دفعه یه چندین صفحه از پرونده می کشیدن بیرون، دوباره یک شماره گذاری جدیدی انجام می شد و اینها همه اون چیزهایی بود که اعترافاتی بود که نمی خواستن به هر حال به سمع و نظر خانواده ها و وکلای اونها برسن. دقیقا بعد از این سیر این پرونده است که همون سازمان قضایی نیروی مسلح یک اطلاعیه در مرداد 78 صادر کرد و اونجا آشکارا به هر حال انگیزه، چون در طول این مدت، یعنی از اون زمستان تا قتل سعید امامی و تا مرداد حدود 7-8 ماه، در طول این مدت نیازی هر مصاحبه‌ای که میگرد میگفت همه چیز روشن شده، فقط انگیزه ها نامعلومه، ناروشنه. انگیزه ها چی بود؟ انگیزه ها همین بود، یعنی اینکه اینها هنوز به جمع‌بندی نرسیده بودند که چه سناریویی برای این پرونده درست بکنن. در این اطلاعیه مرداد ماه سازمان قضایی این انگیزه آشکارا بیان شده به این صورت که گفته شده، این عین عبارات این اطلاعیه است: این جنایات فراتر از وقوع چند قتل بوده و اساساً در راستای توطئه شوم علیه نظام طراحی و به اجرا درآمده است. دو، هدف اینها، اینه که مرتکب این قتل ها شدن، ایجاد بحران و ناامنی در جامعه است. سه، هدفشون کشاندن جریانات سیاسی کشور و نیروهای انقلاب به رویارویی و درگیری تمام عیار و خشن. ملاحظه می کنید که پرونده ای که هدفش در واقع اون جنایتی که هدفش
سرکوب آزادی خواهی بوده، سرکوب دگراندیشی بوده، تبدیل به پرونده ای میشه که هدفش توطئه علیه نظام جمهوری اسلامی، هدفش کشاندن جریانات سیاسی، یعنی مثلا دو تا جناح رو به جون همدیگه بندازن یا مثلا بحران ایجاد کنن، ناامن کنن جمهوری اسلامی رو. از اینجا بود که دیگه کاملا مشخص شد که پرونده در واقع شکل دیگه پیدا کرده و اون جریاناتی که تو همین فیلم زخم باز هم نمونه هایی رو شما آوردید از همینجا شروع شد. یعنی یک دستگیری های مجددی اینا کردن، از جمله همسر سعید امامی و کسان دیگه، و شروع کردن به بازجویی از اینها که از زبان اینها بیرون بکشن که با موساد رابطه داشتن، با اینها جدن در جد بهایی بودن و اینکه اینها رابطه جنسی غیر شرعی داشتن با هم دیگه. تمام اینها میخواستن با ضرب اون فضای شکنجه و رعب و حراسی که برای اینها ایجاد کردن از اینها اعتراف بگیرن که آره دستور این قتل‌ها را از خارج کشور گرفتن، در حالی که چنین نبود اصلا. یعنی اینها همه خودشون به هر حال تشخیص داده بودن، تا با کسانی که محرم موقع اول توی زمستان 77 مشخص شد، همون جوری که گفتم در یکی از اطلاعیه‌های اون فدایان اسلام ناب محمدی آمده که 3 قاضی عادل حکم صادر کردن و این حکم شرعی مطمئنن بر اساس یک فتوایی بوده که یک کسی دیگه ای، حالا فلان مرجع تقلید مثلا، یک فتوایی صادر کرده که بله اینها محدور دم. این کجا و دستور گرفتن از موساد و CIA و اینکه باهایی بودن و رابطه غیر رابطه جنسی غیر شرعی کجا؟ این معلوم بود که قضیه به طور کامل مثلا قلب ماهیت پیدا کرده. این قلب ماهیت تا اون حد پیش رفت که خاتمی و جناح اون واکنش نشون دادن، اون نوار این بازجویی ها رو خاتمی، شخص خاتمی برد به مجلس و به نمایندگان مجلس نشون داد و باعث شد که شدت اون نوع برخورد کمتر بشه و در نهایت پرونده در مرداد، در دیماه 79 به این شکلی که در روزنامه ها منتشر شد بسته شد و به قول شاهرودی که اون موقع رئیس قوه قضاییه بود، پرونده جمع شد، پرونده جمع شد و برای 18 نفر مثلا کیفرخواست صادر کردن و از خانواده ها دعوت شد. البته قبلنش گفته بودن بیاین پرونده خوانی و به مدت 10 روز پرونده خوانی کردن و هم وکلا و هم برخی از اعضای خانواده ها، نه همشون رفتن، چون واقعا بعضی هاشون تحمل دیدن خوندن اون کارهایی را که اینا کرده بودن نداشتن. ولی از خانواده فروهر میدونم که پرستو فروهر در پرونده خوانی شرکت داشت. بعد از پرونده خوانی به هر حال اون به اصطلاح دادگاه هم شکل گرفت و از خانواده ها خواستن که حضور پیدا بکنه، منتها خانواده ها به درستی واکنش نشان دادن نسبت به این پرونده و این پرونده رو معیوب و الکن و ابتر و به هر حال دستچین شده و اینها تلقی کردن. به طور مشخص اینکه تمام اعترافات سعید امامی از بیرون کشیده شده بود، این مورد اعتراض خانواده ها بود و اون احکامی هم که بعدن صادر شد که برای 3 نفر قصاص صادر شد، اون هم مورد اعتراض پرونده به اصطلاح خانواده ها بود. اونها گفتن ما با قصاص مخالفیم، ما که اگر میخواهیم دادخواهی بشه برای این است که این جریان ها تکرار نشه دیگه، نه اینکه خودمون با دست خودمون این جنایت ها رو مضاعف بکنیم.
یه عده کشته شدن، حالا ما یه عده دیگر رو هم بکشیم. بنابراین به دلیل مخالفتشون با قصاص اساسا حکم رو قبول نکردن، ولی همون مرجع این مخالفت رو با قصاص رو بخشش و گذشت تلقی کردن، در حالی که بحث خانواده ها اساسا گذشت و بخشش نبود. اونها معتقد بودن که اینها باید مجازات بشن به هر حال، منتها با مجازات اعدام مخالف بودن. بنابراین پرونده به این صورت در آمد. این که میخواستم این جواب سوال شما را با شرح این جزئیات بدم که این پرونده هنوز باز است، به قول شما زخم بازی هست، به دلیل این سیری است که این پرونده طی کرده و این در حال افکار عمومی کماکان تشنه حقایق و در محضر و پیشگاه مردم این پرونده همچنان باز است و مردم اون رو پیگیری خواهند کرد. اعلام جور. هیچ تردیدی نیست که جعفر پوینده از بعد سیاسی به علت فعالیت قانونی برای تشکیل کانون نویسندگان ایران و از بعد مذهبی به علت داشتن عقیده‌اش کشته شده، عقیده ای که بر اساس فتوا حکم قتل صاحب آن از پیش صادر شده، حالان که قانون آن را مجاز شناخته است. ببینید، من همین الان این صحبتی که کردم، فاکتایی که آوردم، فاکتایی است که مربوط به همون محدوده است که قتل ها انجام شد. اون موقع هم من اینها رو دیده بودم. واقعا من اون اطلاعیه فدایان اسلام ناب محمدی رو خونده بودم، اون حرف های حسینیان رو خونده بودم و به طور مشخص این ماده 226 خیلی فکر من رو مشغول کرده بود که این ماده چجوری در واقع میگه که یک عده‌ای در این جامعه دارن زندگی میکنن، اینا مستحق کشته شدنن. این ماده همینو میگه، یعنی به طور قانونی داره میگه که یک عده‌ای از ساکنان این جغرافیایی که به اسم ایران هست، اینها مستحقن که بمیرن، مستحقن که کشته بشن. و این برای اینکه کشته بشن لازمش این است که یکی حکمش رو صادر بکنه و اون حکم بر اساس یک فتوایی باید باشه. یعنی خود این پیگیری این قضیه آدم رو به این نتیجه میرسوند. منتها من به رغم اینکه در اون سخنرانی، در اون همون صحبتهایی که در آذر، در آخرای آذر بود، فکر کنم 26 یا 27 آذر بود، یک پنجشنبه بود اگر اشتباه نکنم، در اون حرف، در اون سخنان من باید به این واقعیت هم اشاره بکنم، یک نوعی انتقاد از خود هم دارم من به اون بحث، که من با وصف این که مسئله رو تشخیص داده بودم، ولی خودم اسیر یک گفتمانی بودم که اونجا مشخصه. اصلا میام میگم که این قتل ها بر اساس فتوا صادر شده، حال آنکه قانون عقاید مخالف، عقاید مثلا دیگر اندیشانه رو مجاز شموده، در حالی که این اشتباه بود. من الان به هر حال میدونم که اون هر قانون هم اون عقاید بر اساس همین ماده ای که برای شما خوندم، ماده 226، این قانون هم به اصطلاح این اجازه رو به شما نمیده که هر عقیده ای داشته باشید. داشتن هر عقیده ای آزاد نیست، این عقیده خودش عواقبی داره، داشتن عقیده مخالف با عقیده حاکم عواقبی دارد. این قانون اینو میگه و اون عواقب صاحب اون عقیده رو به اصطلاح
در معرض کشته شدن قرار میده. اینو داره میگه، من اونجا با وصف این که به هر حال تشخیص داده بودم که این مثلا بر این استناد به این ماده 226 لازمش داشتن احکام و فتواست، با وصف این نوعی توهم داشتم این که گویا قانون این را مجاز شمرده که شما مثلا عقاید مخالف با عقاید حاکم داشته باشید، در حالی که الان به این نتیجه رسیدم قانون هم این را منکر میشه، قانون هم این حق رو برای شما به رسمیت نمیشناسه. و این توهم من به علت این بود که کل جامعه از جمله شخص من هم به هر حال در سیطره یک گفتمان اصلاح طلبی بودیم که در واقع اون گفتمان یه جور توهماتی در ما ایجاد کرده بود. این فقط خواست من نبود، در واقع در خانواده ها هم این دیدگاه سیطره داشت، در کانون نویسندگان هم این دیدگاه سیطره داشت و در اون کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای که بعداً در سال 78 فکر می‌کنم تابستان 78 بود که تشکیل شد، هسته اولیه‌اش رو خانواده‌ها گذاشتن و بعد وکلای خودشون و بعد معتمدان کسانی که مورد اعتمادشون بود، این یک کمیته تشکیل شد که این کمیته با وصف این که نکات به اصطلاح زیادی رو مطرح کرد که میشد گفت فراتر از اون گفتمان بودن، مثلا این که قتل ها به مراتب بیشتر از 4 قتل پاییزه، این که سید امامی به بالاتر از خودش وصل بانده، این سقف پرونده در سید امامی زده شده بوده، این نادرست ما میدونستیم، این که احکامی داشته این قتل ها، اینها رو در اطلاعیه ها و بیانیه هایی که اون کمیته میداد همه گفته میشد اینجا. ولی حتی همون کمیته هم که در واقع یه مقداری ریشه آبیش بیشتر بود از خانواده ها، از کانون نویسندگان و از فضای کلی که بیشتر تحت تاثیر همون گفتمان اصلاح طلبی بودن، ولی با وصف اون خودش هم نیومد. همین بحثی را که من الان اینجا کردم که این اصلا کیفرخواست رو به طور کامل زیر سوال ببره، بگه این کیفرخواست یک شکل قلب ماهیت داده شده ای از اون چیزیه که اول اتفاق افتاد، یعنی اون چیزهایی است که در اعترافات اولیه گفته شده بود و اینکه در حال این قانون نگاه ها رو همین ماده 226 نگاه ها رو متوجه خود جمهوری اسلامی میکنه، اینو نگفت اون کمیته. و در اینجا بود که خود همین کمیته هم میشد گفت که به نوعی تحت تاثیر اون فضای و اون گفتمان اصلاح طلبی که در واقع سالهای اول به اصطلاح تحقق اون برنامه اصلاحات بود، در واقع دو خرداد به اصطلاح و این 77 یه چیزی حدود یک سال و نیم بعد از موقع دو خرداد در اون انتخاباتی که به هر حال خاتمی انتخاب شد، این میخوام بگم که این در واقع این گرفتار بودن در چنبره این گفتمان اصلاح طلبی باعث شد که در واقع اون دادخواهی اونجوری که باید ریشه پیدا نکرد و علت اصلی رو مثلا این که به طور تلویحی گفته میشد به نظر من در بعضی از حرفهای وکلا، در بعضی از مواضع همون کمیته دفاع از قربانیان قتل زنجیره، ولی اگر این ماده یه مقدار شکافته میشد و به اصطلاح به این ترتیب برای مردم توضیح داده میشد که چرا، این سوال رو لااقل ایجاد میکرد تو ذهن مردم که چرا باید یک عده مستحق کشته شدن باشن، سوال اساسی باید این میبود.
و اون پرونده برای اینکه این سوال مطرح نشه ریلش عوض شد، قلب ماهیت داده شد. ما باید به نظر من به این گره میپرداختیم و من قبل از هر کسی دیگه اول خودم رو مورد انتقاد قرار میدم که باز یک موضع دوگانه توی همون سخنان اون در امامزاده طاهر کرج از یک طرف به هر حال به درستی مطرح کردم که این بر اساس حکم فتوا بوده و اون ماده 226 شکل قانونی برای اجرای اون حکم و فتوا بوده، ولی از یک طرف دیگه خودم به قانون یک توهمی داشتم که اون رو به اون صورت نشان میدم که اونجا میگم که قانون مثلا داشتن عقاید مخالف رو مجاز شمرده شده، مجاز شمرده، در حالی که چنین چیزی نبود. این توهم حتی در اون اصطلاح جامعه مدنی مدرن هم که اون موقع واقعا مطرح شده بود که آره اصلاحات میخواد، مثلا پروژه اصلاحات ایجاد جامعه مدنی مدرن هست، اینجا تو حرفهای من هم خودش نشون میده، در حالی که چیزی از بیان این مسئله نگذشته بود که شخص خاتمی آمد گفت منظور من از جامعه مدنی مدینت النبیه، یعنی آب پاکی ریخت رو دست همه اون کسایی که به هر حال دل خوش کرده بودن به جامعه مدنی. میخوام بگم که این حرف شما رو به این ترتیب میخوام تصحیح کنم که من با وصف این که به هر حال نزدیکتر بود نظرم به این اون اتفاقی که افتاده شده بود و اون حقیقت، ولی خود من هم به هر حال مثلا ایراد داشت اون صحبتی که اون روز من اونجا کردم. پیام شما این است: هر صدای آزادی خواهانه ای را در گلو خفه می کنیم، که البته بیان دیگری از همون تهدید آشکار و عریان است که زبانها را می بریم. بسیار خوب، این گلوی من و آن هم تناب شما، اما بدانید و هیچ شک نکنید که در این صف مرگی که برای شکار آزادی تدارک دیده اید، در پشت سرم آزادی خواه دیگری را سراغ دارم که همچون جعفر پوینده با آغوشی باز و قلبی مالامال از عشق و آزادی و رهایی بشر از زنجیر بردگی به استقبال مرگ خواهد شتافت و به تناب سیمی شما پوزخند خواهد زد. یعنی خود همین هم به هر حال یک جور باز هم به نظر من به توهم ما برمیگشت که مثلا اینجور چیزی با امکان نداره، مثلا من میشه همچی چیزی آخه. این در حالی بود که به هر حال قتل‌های فروهر هم اتفاق افتاده بود و قتل‌های دیگری هم که اتفاق افتاده بود، ولی ما واقعا از کنار اینها ساده گذاشتیم، قتل عفار حسینی، احمد میرعلایی، و بعد مثلا خب پیروز دوانی همون توی شهریور ما بود ناپدید شد، در حالی که اون ماها قبل از اون مثلا این خیلی فعال بود، این ور اون ور بود، منتها بیشتر از اون که واقعا کسی انتظار اصلا به اصطلاح به سرنوشت این فکر کنه و فکر کنه یه این رو یه روزی میبرن به هر حال نابودش میکنن، یک فضایی بود که اون مثلا میگفتن که آره این مگه میشه تو این فضا مثلا اینجوری فعالیت کرد، این مشکوک هستن، این خودشون دارن، این حرف ها پشت سر پیروز دوانی بود متاسفانه. و بعد مجید شریف هم که ناپدید شد، ما باز هم واقعا هنوز کسی دوزاریش به قول معروف نیفتاده بود که جریان چیه، در حالی که ما شاهد این پروژه قتل‌های زنجیره‌ای از همون روی کار آمدن جمهوری اسلامی بودیم، خیلی ساده از کنار اینا میگذشت. یعنی قتل‌های زنجیره‌ای که از مثلا همون 77 شروع نشد یا از 75 شروع نشد، خیلی پیشتر از اون بود، خیلی اونایی که خیلی این اصلاح طلبایی که خیلی میخواستن
مثلا رادیکال حرف میزنن میگفتن به کاظم سامی و کشتنش در سال 67 مربوط میشه، در حالی که خیلی بیشتر از اون بود. واقعا از درست از روی کار آمدن جمهوری اسلامی کسانی به این ترتیب ربوده شدن و جسدشون در بیابانها انداخته شده بود. نه فقط این، من مثلا یک موردی رو به شما مثال میزنم که این رو من بعدها فهمیدم که واقعا اینه که بر سر دکتر علی مراد داوودی که استاد دانشگاه تهران در زمان رژیم پیشین استاد فلسفه بود در دانشگاه تهران، این رو من کتاباش رو دیده بودم، ترجمه هاش رو دیده بودم، بسیار آدم فاضل و باسوادی بود، ولی این هیچ کسی از این خبر نداشت. چند سال پیش من تصادفاً یک مصاحبه ای از دخترش در یکی از این سایت ها دیدم و اون شرح داده بود که پدرش اصلا از کی ناپدید شد. گفته بود که پدرش در سال 58 از خونه بیرون رفت، حالا نمیدونم رفته بود پارکی ورزش کنه چی شد اینا، دیگه ما پدر رو ندیدیم. خب این کجاست؟ این الان چه کسی جوابگوی اینه؟ چه جوری شد که این از خونه رفت بیرون و هیچ کس نه جسدی از این دیدن؟ این بهایی بود، دکتر علی مراد داوودی بهایی بود و دقیقا این به علت بهایی بودنش در همون سال 58 این ربوده شده، کشته شده بی ترتیب و جسدش معلوم نیست کجا انداخته شده بوده، حتی جسد این هم پیدا نشده. این نشان میده که قتل‌های زنجیره‌ای به این معنایی که ما الان میگیم قتل‌های سیاسی که موسوم شدن به قتل‌های زنجیره‌ای سابقش به همون اولین لحظات پیدایش جمهوری اسلامی برمیگرده، مخالفای خودش رو به این ترتیب از بین برده. اون جفایی که در مورد این دکتر علی مراد داوودی شد فقط به این چیز نبود، بعدها یک انتشاراتی هست به اسم انتشارات حکمت که الان هم هست، کتابهای این رو بعدن چاپ کرد بدون اینکه اسم کتاب، اسم نویسنده و یا مترجم، این مثلا به آثار ارسطو رو ترجمه کرده، کتاب مهم ارسطو درباره نفس هست که این ترجمه و تحشیه از همین دکتر علی مراد داوودی است. نشانی به هیچ وجه از روی جلد این کتاب نیستش که این کتاب رو کی ترجمه کرده، کی حاشیه نویسی کرده. فقط در صفحه شناسنامه کتاب، شما وقتی جلد رو باز میکنید یک صفحه داره، صفحه شناسنامه کتاب، اونجا مشخصات کتاب گفته میشه، اونجا نوشته ترجمه و تحشیه عین میم دال. این تنها نشانی است که از علی مراد داوودی که اونجا، یعنی علاوه بر این که این به این صورت اصلا مفقود شده، نابود شده، از بین رفته، علاوه بر این حتی اسمش هم از روی کتاب‌ها حذف شده و تبدیل شده به عین میم دال. این جفای دومی بود که بر این انسان فرهیخته وارد شده، انسان فرهیخته ای فقط به دلیل دگراندیشیش نابود شده، معلوم نیست که چه به سر جسدش هم اومده. من میخوام بگم به این، ما شاهد این قضیه بودیم و بعد در سال 74 در یکی از جلسات مشورتی هوشنگ گلشیری آمد این خبره خبر مرگ، در واقع چون کشته شدن که اون موقع واقعا کسی نمیگفت کشته شدن، خبر مرگ احمد میرعلایی در اصفهان رو گفت. برای نمونه هیچ کس اصلا این تصور رو نداشت که اینو کشتن، فقط خود گلشیری بود که بر اساس روابطی که داشت با اون مثلا همشهری بودن و این چیزا اون تشخیص میداد، میگفت این از بینش بودن. ولی بعدها
معلوم شد که این را جسدش در یک کوچه پیدا شده، در یک جای دور افتاده در همون اصفهان، و یک به اصطلاح بطری مشروبی هم در کنارش بوده و جای سرنگی هم در دستش. و درست همینجاست که میبینیم قاتلان و پوینده نه فقط آزادی خواهانیشون او و محمد مختاری را خفه کرده اند، بلکه اساسا همانانند که به جلوگیری از حاکمیت قانون و جامعه مدنی مدرن کمر بستند. این جلادان دشکین جعفر پوینده را از آن رو خفه کردند که او بانگ بلند آزادی بی قید و شرط بیان بود. اونها تا جایی می اومدن، تا جایی دنبال میکردن این قضیه رو که پای خودشون به میان کشیده نشه. یعنی فقط مواردی رو مطرح میکردن که به دست جناح مقابلشون انجام شده بود، در حالی که در همین قتل ها اون حسینیانی که اشاره کردم، اون حسینیان یک افشاگری کرد در مورد مصطفی کاظمی که متهم ردیف اول این پرونده شد. اون مصطفی کاظمی اون موقع که قتل ها انجام شد قائم مقام معاون امنیت بود. معاون امنیت در زمان خاتمی سرمدی بود که معاون این دوره نجف آبادی بود. این یک قائم مقامی داشت که همین مصطفی کاظمی بود. اونجوری که حسینیان گفت، این مصطفی کاظمی قبل از این که بیاد تهران این مدیر کل اطلاعات استان فارس بوده و از اون جناحی بود که بعدها به اصلاح طلب مشهور شدن. این را درست میگفت حسینیان، این سابقه این را درست میگفت که این آدم پیشینش به اصلاح طلبی برمیگشت. اون موقع به اونا جناح چپ میگفتن به اصطلاح، یعنی این جزء اون جناح چپ بوده. بعد یه درگیری پیدا میکنه با امام جمعه شیراز و از اون به بعد منتقلش میکنن تهران. بعد که تهران میاد این مسئول بخش التقاط میشه. التقاط یه بخشی از وزارت اطلاعات بود که کارش برخورد با مجاهدین خلق بود، به اینا التقاطی میگفتن. بعد دیگه درمان قتل ها این تبدیل میشه به قائم مقام اون معاون امنیت که سرمدی بود، حمید سرمدی، که بعد یکی از اعضای اون کمیته بود که خاتمی تشکیل داد موقع قتل ها. خاتمی یک کمیته تحقیق قتل‌های مشکوک تشکیل داد که این سه نفر عضوش بودن، همین سرمدی و ربیعی که بعد وزیر کار همین روحانی شد و یونسی. یونسی اون زمان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بود که بعد گفتم دادستان اون سازمان این نیازی بود. بعد از این که این دوره نجف آبادی که وزیر بود استعفا داد، یونسی آمد جای این را گرفت، شد وزیر اطلاعات. حالا منظورم این است که پیشینه بعضی از اینایی که دستن در کار قتل بودن، اینها از اون جناح منتسب به اصلاح طلبی و موسوم به اصلاح طلبی بود. یعنی اینجوری نبود که فقط اینا، به هر حال در چارچوب این مسائل جناییشون اون حسینیان می آمد این را به هر حال نسبت می داد به این که آره کار اصلاح طلباست. این ها می آمدن می گفتن همین سید امامی رو مثال می دادن که مربوط به اصلاح متصل به جناح راست بود و می گفتن آره کار جناح راسته. نه، هر دوتای این ها دستن در کار این قتل ها بودن و اینجوری نبود که مثلا فقط یک جناح این را انجام داده. فاکت های زیادی در این مورد وجود داره که میشه مثلا نشون داد. برای نمونه من یک مورد دیگه مثال بزنم. میدونید که یکی از اون روزنامه هایی که اون سالها در می آمد، مدیر مسئول و صاحب امتیازش
سعید حجاریان بود که اون موقع مشاور خاتمی بود. این صبح امروز که این نشریه این بود، به هر حال نسبت، حتی نسبت به اون نشریات اصلاح طلبی خیلی تندتر با این مسائل برخورد میکرد، افشاگری میکرد. یک بار بادامچیان یکی از سران این هیئت های مؤتلفه بهش گفت آقای حجاریان نبش قبر نکن، کار را به جایی نرسان که پای خود شما در میان بیاد. این معنیش چی بود؟ یعنی معنیش جز این نبود که به هر حال اینها مدارک و شواهدی در دست دارند که اینها هم در پیشینشان از این کارا انجام دادن. خود سعید حجاریان رو به عنوان یکی از تئوریسین های همین وزارت اطلاعات نام میبرند. و طبیعی است که این اون زمان چه در دوره ری شهری، چه در دوره به هر حال فلاحیان که جایگزین اون شد، چه بسا اینها بسیاری کاری میکردن که امثال بادامچیان به هر حال یک مدارکی در دست داشتن که این حرف رو زدن. گفتن یاد این رو پیجویش نکن، برای اینکه به خود شما میرسه. حالا اینکه شما میگید چجوری شد که چیز مثلا خاتمی اوائلش به هر حال چیز بود، به هر حال دنبال میکرد این قضیه رو، دقیقا به همین دلیل بود. یعنی خاتمی وقتی به جای رسید که اونها تهدیدش کردن، جناح راستی ها تهدیدش کردن به اینکه به اصطلاح کاری نکن که ما مدارکی در مورد سوابق شما رو بکنیم، این هم به هر حال عقب نشست. خاتمی کاشکارا در مورد همون شعارهایی که میداد به تدریج عقب نشست. شعار میداد زنده باد مخالف من. بعد هم که این یک سخنرانی داشت در دانشگاه تهران، یک عده مخالفت کردن، اینا رو تعدید کرد به اینکه از سالن میدم اخراجتون کنم. همین آدمی که گفته بود زنده باد مخالف من، اون دانشجویان معترض رو تهدید کرد به اینکه عوامل رژیم که اونجا بودن اینا رو از سالن بندازن بیرون. این کسی بود که آمده بود میگفت زنده باد مخالف من. یا همون جوری که اشاره کردم، بحث جامعه مدنی رو وقتی گفتن منظور چی از جامعه مدنی، آیا همون جامعه مدنی که در غرب هست؟ گفت نه، به هیچ وجه چنین چیزی نیست، منظور من مدینه النبیه. اینا شواهدی بود که نشون میداد که به هر حال این نسبت به اون پروژه خودش پیگیر نیست، نمیخواد براش هزینه بده. و این شجاعت را هم نداشت که بیاد اعلام بکنه بله ما در گذشته ما هم از این مسائل وجود داشته. من یادم میاد همون ماهای قبل از انقلاب یک چادری دم دانشگاه تهران، در اصلی دانشگاه تهران زده شده بود به اسم چادر وحدت. بیشتر این کارهایی که اون به اصطلاح پاره کردن اعلامیه ها، پاره کردن نشریات این گروه های اپوزیسیونی که اون موقع بیشتر به هر حال گروه های چپ بودن و مجاهدین خلق بودن، بیشتر اینها در اون چادر، از اون چادر هدایت می شد. این پاره کردن نشریات، این که به اصطلاح کتک زدن هایی که همون جلو دانشگاه انجام می گرفت توسط اون چادر وحدت. اون چادر وحدت مال همین کسانی که بود که بعداً به اصلاح طلب معروف شدن. خب باید کسی که الان به این نتیجه رسیده که جامعه نیاز به اصلاحات داره بیاد این گذشته خودش نقد بکنه. مردم اتفاقا میپذیرفتن که وقتی کسی بیاد مثلا بگه که بله ما هم یک از این کارا کردیم ولی الان پی بردیم که اشتباهه، نه اینکه مثل آقای میرحسین موسوی از اون دوران به عنوان دوران طلایی اسم ببره. وقتی مردم اینجوری میبینن اصلا به هر حال حتی اینا پیگیرترین به اصطلاح اصلاح طلبم باشن هیچ کسی دنبال حرفاشون نخواهن رفت. در مجموع، در خلاصه بخوام بکنم، این ناپیگیری خاتمی باعث شد که
و این که مثلا اون جوهر ادامه اون حرف و شعاراشو نداشت، گام به گام عقب نشست، به طوری که در واقع به نظر من اون چیزی که پرونده به اونجا انجامید، آخر کار پرونده محصول و دستپخت در واقع هر دو جناح بود به نظر من. یعنی به هر حال هر دو جناح روی این توافق کردن که این پرونده قلب ماهیت داده بشه، از پرونده ای علیه آزادی خواهان و علیه دگراندیشان به پرونده ای علیه جمهوری اسلامی تبدیل بشه و در واقع لوس شدن پرونده. آقای فلاحیان، نظر صریحتون درباره سعید امامی چیه؟ از مدیران شما بود؟ بله. نظرتون چیه در موردش؟ والا در زمان ما مدیر موفق خوبی بود. در واقع یه جورای دفاع داره میکنه از سعید امامی و میگه که اون زمانی که معاون من بود آدم درستی بود و اتفاقا به نظر من حقایق این پرونده را توی حرف‌های اینجور آدمای مثل فلاحیان و حسینیان بهتر میشه پی برد بهش تا حرفایی که اصلاح طلب، برای اینکه اینها ضدیتشون را آشکارا معلوم میکنن، میگن که اینها یعنی پوینده مختاری و فروهرها اینا ضد انقلاب بودن، اصلا باید کشته میشدن به این صراحت، در حالی که اونها اینو نمیگن، ضمن این که در نهایت نظرشون همونها، ولی نمیان اینو آشکارا بگن. منظورم اینه که این درج این سخنان توی اینجور فیلم های خیلی چیزها رو نشون میده، ممکنه برای خیلی مثلا ناخوشایند باشه که مثلا این یارو حسینیان مثلا آمده بود بله میکنه این مرتد و ناسبی، بعضی از اعضای خانواده ها من یادمه میگفتن علیه این باید اعلام جرم بکنیم، این داره دروغ میگه. نه، دروغ نمیگفت. به نظر من اون همون اتفاقی که افتاده بود میگفت، میگفت که بله مثلا میگفت سعید امامی آدم متدین نمیدونم فلانی بوده، بله متدین بوده، ولی تدینش یعنی آدم کشی. اون تدینی که اون داشت یعنی این که با ذکر یا زهرا کارد فرو کردن تو بدن پروانه اسکندری، اینا اینجوری آدم کشتن. از نظر یکی مثل حسینیان این درست عمل کرده، این باید کشته می شده و با ذکر یا زهرا هم باید کشته می شده، در حالی که اصلاح طلبا اینا لوسش میدن، میگن مثلا میخواستن یه جوری بگن نه اینجور اتفاقی نیفتاده، اینا این یا مثلا اطلاعیه های اون همون فدایان اسلام ناب محمدی رو اینها گفتن اینا جعلیه، این اطلاعیه ها جعلیه، در حالی که اینجوری نبود. همون مرجع رسیدگی به پرونده به صراحت اعلام کرد که اون اطلاعیه ها رو باند این اصطلاح خود اون اطلاعیه بود که اون سازمان قضایی نیروی مسلح داد، گفت این اطلاعیه ها را باند سعید امامی مصطفی کاظمی اونا منتشر کردن. اون زمان که این اطلاعیه ها را منتشر میکردن هنوز دستگیر نشده بودن و میخواستن در واقع با صدور این اطلاعیه ها یک فشاری به اصطلاح جریان اصلاح طلبی و اینه که به هر حال دنبال پرونده بودن و اصلاحات و اون چیزا مثلا یه مقدار منصرفشون کنن از دستگیری و بازداشت، ولی فشار افکار عمومی چنان بود که نمیتونستن اصلا به هر حال اینا رو دستگیر نکنن، باید جواب میدادن. به هر حال یه قتلای فجیع اتفاق افتاده بود، دولت و رئیس جمهور در رأسش باید اینو به مردم جواب میداد، طبیعی بود که باید اینا را دستگیر میکرد. اونها با صدور اطلاعیه هایی میخواستن فشار بیارن که آره اینا. حالا منظورم این است که ببین این به نظر من بهترین اطلاعاتی که میشه توی پرونده به اصطلاح دید همون اطلاعاتی است که در اون چند ماه اول تو بازجویی ها خودش نشون داد. بعد که بازجویی ها شکل فرمایشی ساختگی برای دستچین کردن یک پرونده ای که همه چیزش طبق یک سناریوی از پیش تعیین شده مثلا تدوین شده بود، اینها از بین رفت اون اطلاعات اولیه،
گرچه هنوز هم تو همین پرونده این دستچین شده مواردی رو میشه تشخیص داد که به اصطلاح مثل دم خروس خودش نشون میده، ولی کلیات اون اطلاعات رو بردن بیرون. به طور مشخص همین استنادی که اینها کرده بودن به اون ماده 226 هیچ نشانی ازش تو پرونده‌ای که بعداً تشکیل شد و مبنای اون بر مبنای اون دادگاه تشکیل شد وجود نداره. یک هدفی که داشتن از این ایجاد رعب و حراس تو جامعه بود، یعنی یک تئوری اینا داشتن و دارن کماکان به اسم النصر و به رعب، یعنی ما دشمن رو از طریق ایجاد رعب به زانو در میاریم و بر او پیروز میشیم، فاتح میشیم. به نظر من این نوع کشتن ها کارد آجین کردن فروهرها و خفه کردن مختاری و پوینده و انداختن جسدشون در بیابانها بدون اینکه مثلا آمدانه اینا یک کاری کرده بودن که مثلا جامعه بدونه که اینها را یه عده‌ای کشتن که اصلا دنبال دزدی نبودن. به طور مشخص وقتی جسد پوینده رو اونجا پیدا میکنن در کلانتری در نزدیک شهریار، هم حلقه ازدواجش که طلا بود دستش بود و هم ساعتش. خب این اگر این یک دزدی، یک کسی، یک قاتل معمولی و جنایتکاری کشته بود، خب اونها رو به هر حال از دست این باز میکرد میبود. اینها عمدن حلقه را در دستش گذاشته بودن و ساعتش هم در مچش که به جامعه بگن ما اینجوری میکشیم، ما دنبال حلقه و ساعت نیستیم. این آدم ها به دلیل فسادشون از نظر اونها، چون گفته بودن اینا مفسد فی الارض دیگه، طبق اون اطلاعیه اینا حکم اعدامشون قیابی صادر شده بود به عنوان مفسد فی الارض. این برای ایجاد این چیز بود که اگر کسی به خودش جرأت بده دیدگاهی برخلاف دیدگاه حاکم داشته باشه، فعالیتی برخلاف منویات رژیم حاکم داشته باشه، به این سرنوشت دوچار میشه. میکشیمش، جسدش هم میندازیم که به اصطلاح خوراک حیوانا بشه، حیوانای ولگرد بیابان ها. این هدف اینها در واقع این بود اصلا به نظر من، یعنی رعب و حراس، ایجاد رعب و حراس در جامعه، که جامعه ای که به هر حال اون موقع فکر میکرد امیدی بسته بود به اصلاحات که یک گشایشی تو فضای سیاسی باز بشه، پس رانده بشه با این کارها که البته به ضد خودش تبدیل شد. جامعه این رو پس زد، جامعه بود اونها رو پس زد، منتها همون جوری که گفتم همون جامعه‌ای که اونها رو پس زد خودش در چنبره یک گفتمانی قرار داشت که اون گفتمان نمیذاشت به نظر من کل قضیه رو به اصطلاح اون کلیتی که بعدها خودش رو به صورت شعارهایی که مثل اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا و این قطع امید از اصلاح طلب ها، این چیز جدیدیست که توی همین به هر حال سال گذشته و از دیماه گذشته شروع شد، اگر نه تا قبل از اون به هر حال خودش رو به صورت حتی رأی دادن به همین روحانی هم به صورت اون همون بدنه ای که آمد رأی داد به روحانی، همون بدنه ای بود که تقریبا میگم همون بدنه ای بود که دو خرداد به خاتمی رأی داد. البته من اینم بگم که الان همچنان من اون دلخوشی را که باید داشته باشم که به طور کامل واقعا جامعه از کل این دم و دستگاه قطع امید کرده باشه و دنبال هیچ کدوم از این جناح‌ها نیفته، هنوز از ته دل من اون اطمینان کامل را ندارم و این را باید پیگیری کنیم. ببینیم حالا یه بحثی به هر حال جدا از این بحثی که داریم، من البته من به هر حال جدا از این بحث
قتل‌های سیاسی موسوم به زنجیره‌ای چندین بار بازداشت شدن به خاطر مسائل دیگه‌ای، یعنی فقط در این رابطه نبوده، ولی به طور مشخص یک مورد دستگیری و بازداشت من که پرونده برای من تشکیل دادن در رابطه با همین قتل‌ها بود و جریانش هم به این صورت بود که در واقع من رو با سیما صحابی همسر جعفر پوینده هم پرونده کرد توی این ماجرایی که میخوام بگم. ببین ما سال 78 به عنوان سالگرد این قتل ها به اصطلاح ما خانواده ها رفته بودن که از وزارت کشور مجوز بگیرن برای برگزاری مراسم و اونها نداده بودن این مجوز رو. بعد اون موقع ما یک ستاد یاران پوینده و مختاری داشتیم که هم خانواده ها توش بودن و هم برخی از اعضای کانون نویسندگان ایران. ما یک اطلاعیه با امضای همین ستاد یاران پوینده و مختاری منتشر کردیم در اعتراض به اینکه این مجوز رو ندادن که خانواده ها مراسم برگزار کنن. این اطلاعیه رو ما اون موقع یک مراسمی برای مجید شریف گرفته بودن در مسجد سهروردی یا فرح قدیم، خیابان فرح الان سهروردی شده، یک مسجدی اونجا هست که تعدادی از این مراسم در اون مسجد در حال برگزار شد، از جمله مسجد فخرالدوله بود ولی این مسجد هم بود. ما اون توی مراسمی که برای سالگرد مجید شریف گرفته بودن خانوادهش، این اطلاعیه اعتراضی خودمون رو اونجا پخش کردیم و من به طور مشخص این رو تک به تک دست اون کسانی که اومده بودن تو مراسم شرکت میکنن میدادم. بعد که مراسم تموم شد من داشتم میرفتم که مثلا مسجد رو ترک کنم از خیابان بغلیش، بعد یه ماشینی اونجا وایساد منو صدا کرد گفت سوار شو. گفتم شما چه کاره اید؟ گفت سوار شو میدونی. بعد همین که اینجوری شد یک عده‌ای که داشتن میرفتن از جمله اعضایی از کانون نویسندگان آمدن، چون این واقعا این تجربه ای که یه نفر رو سوار ماشین کنن زود اینها رو به تکابو انداخت که آی نکنه یکی دیگر رو دارن سوار میکنن که ببرن بکشن، همه جمع شدن چه خبره فلان. بعد اون کسی که لباس شخصی اونجا بود خیلی معلوم بود مال اطلاعات نیروی انتظامیه، گفت نه نه ما از اونا نیستیم، ما ایشان رو میبریم همین کلانتری، کلانتری هست که میدون نیلوفر اونجا نزدیک این مسجد سهروردی. به هر حال من سوار شدم با اینها رفتم به اون مسجد و بعدم منو بردن زندان، شب رو در زندان اون شهربانی قدیم که در میدان توپخونه هست. بعد اونجا دیدم که سیما صحابی رو هم آورده بودن از جمله چند چهره دیگری که بیشتر از این فعالان ملی مذهبی بودن که توی اون مراسم شرکت کرده بودن به خاطر این وابستگی سیاسی که مجید شریف به اونها داشت، بسیاریشون اونجا آمده بودن شرکت کرده بودن، دیدم اونها رو هم آوردن بودن زندان. این موردی بود که به هر حال من و سیما صاحبی رو با هم یک پرونده مشترکی تشکیل دادن که مدت‌ها ما رو می‌بردن و می‌آوردن و آخرش به هر حال این عرق شرم بر پیشانی اون قاضی اون دادگان نشست که کسی رو که همسرش رو کشتن خودش رو دیگه محاکمه نکنه و آخر رأی بر براءت جفت ما داد. اون پرونده به صورت تبرئه ما تمام شد، ولی به هر حال میخواستم بگم که یک مورد از دستگیری های که من داشتم توی این سال ها از سال 57 به بعد تا الان یک موردش مربوط میشد به این قتل های سیاسی که موسوم شدن به زنجیره. نام مرا در لیست مرگتان بگنجانید تا بیش از این شرمنده سیما و نازنین نباشم. محسن حکیمی. ای وای بر من و ما که حتی در اینجا نیز خود را سانسور کردیم.
ببین اون لیستا در بیشتر در راستای همون ایجاد رعب و حراس بود. اون موقع واقعا یه فضای عجیب غریبی حاکم شده بود و هر لحظه شما احساس میکردی که مثلا خانواده من، حتی من مثلا برای بیرون رفتن عادی که تا سر خیابون برم اینا، من رو تنها نمیذاشتن، با من میومدن، دخترم، همسرم. این در مورد دوستان دیگه هم بود که اعضای کانون نویسندگان و فعال بودن، اسمشان اونجا آمده بود. این حالت وجود داشت واقعا، چنان فضای ایجاد شده بود که هر کس مثلا فکر میکرد که همینجا، و از این نظر میشه گفت اونا موفق بودن این رعب و حراسی را که ایجاد بکنن تا حدودی ایجاد کرده بودن. منتها واقعیتش این بود که جامعه هم واکنش نشون داد. به هر حال کانون نویسندگان هم به رغم اینکه خودش به نوعی به هر حال در سیطره همون گفتمان هم بود، خودش رو در اون انتخابات هیئت دبیران موقت هم نشون داد، این قضیه که به اصطلاح در حمایت از اصلاح طلب و بیانیه داد، به طور مشخص از مهاجرانی دفاع کرد و چندین اطلاعیه رو برای خوش آمد اونها به نام خداوند جان و خرد اصلا منتشر کرد، چیزی که اصلا در کانون سابقه نداشت. اصلا میخوام بگم که به رغم این چیزها کانون واقعا فعال بود، در برگزاری مراسم خوب عمل کرد، در برحال اطلاع رسانی عمل کرد و با وجود اینکه و هر حال اون رعب و حراس روی اعضاش تاثیر گذاشته بود، کانون نقش خوبی داشت. در این حال اون کمیته ای هم که تشکیل شد و هر حال اونم بی تاثیر نبود. وکلای این خانواده ها به خصوص ناصر زرافشان واقعا که اون هزینه 5 سال زندان رو پرداخت کرد، اینها همه نقش داشتن. این مجموعه بود، از یک طرف اونها پوشیدند ما رو مرعوب کنند، ما هم واکنش نشان دادیم و آمادگیمون رو به هر حال برای هر گونه عواقبی اعلام داشتیم. یعنی به هر حال این میخوام بگم که این که اسم آمده بود، از یک طرف واقعا طبیعی بود که در آدم رو به حراس ایجاد کنه، از یک طرف هم مقاومت در ما ایجاد کرده بود و ما واقعا جا نزدیم و این نبود که بریم خودمون رو قایم کنیم، نه، واقعا می اومدیم و پیه اینا به تنمون مالیده بودیم که ما رو ببرن و همون سرنوشت رو چاپ کنن. و این جور فضایی در مجموع به نظر من متوقف کرد اون پروژه که اینها میخواستن ادامهش بدن، متوقف شد و به هر حال این اطلاعیه وزارت اطلاعات هم که به عهده گرفت، هرچند به صورت تحریف شده و هرچند گفتم به اون صورتی که نطفه این قلب ماهیت پرونده را در خودش داشت، ولی به هر حال همین که به عهده گرفت، این خودش به نظر من نقش مثبتی داشت. با وجود اینکه باید بر اون ناپیگیری شخص خاتمی انگوش گذاشت، ولی نمیشه به هر حال نادیده گرفت که اون انتشار اون اطلاعیه یک مقداری حتی به طور موقت هم که شده بود اون جریان رو پس راند، منتها به تدریج دوباره خودشون رو پیدا کردن و به طور غیر مستقیم نقش داشتن در این که این پرونده رو اونجوری که میخوان، اونجوری که مورد نظر کل نظام اعم از هر دو جناح در بیارن. به نظر من این کل اون قضیه بود. ببین شکل مثبتش به نظر من همین که به هر حال جامعه در جریان این واقعه قرار گرفت، این را فقط میشه گفت این را. اگر نه از نظر دادخواهی به نظر من هنوز در مراحل اولیه و حتی صفر از نظر دادخواهی. ما گفتم که مواردی را گفتم که واقعا با وصف این که خانواده ها
شجاعانه عمل کردن، خانواده ها موزه درستی داشتن، در با شرکت نکردن و خودشون رو دلال مظلمه قرار ندادن، چون اونا میخواستن که واقعا به دست خود خانواده ها این قتل ها لص بشه، ولی اینا زیر بار نرفتن. این حرکت حرکت درستی بود، مخالفتشون با حکم قصاص حرکت درستی بود. اینا جنبه های مثبتی بود که خانواده ها نشون دادن که مورد تایید کانون نویسندگان هم بود، مورد تایید اون کمیته هم بود که خود خانواده ها و وکلا و معتمدانشون تشکیل داده بودن. منتها نکات ضعفی هم وجود داره. من اشاره کردم به این که ببین کل این کیفرخواست ایراد داده. من وقتی میگم ما، من هم در کانون بودم و هم در اون کمیته، بنابراین نقش داشتم توی این قضیه. وقتی میگم ما، اشاره به خودم هم هست. باید به نظر من این قضیه رو رو میکردیم که یعنی در پرتو اون ماده 226 که خیلی خوب نشون میداد که سرنخ قتل ها را کجا باید جست، ما یه مقدار ساده از کنار اون رد شدیم و بیشتر به مثلا این که این قتل ها بیشتر از 4 قتل پاییزه، اون این البته درست بود، این که این قتل ها با مثلا حکم انجام شده این هم درست بود، این که این قتل ها به بالاتر از باند سعید امامین هم درست بود، ولی باید یه مقدار فراتر از این میرفتیم و نشان میدادیم که اون مجوز از کجا آمده و به این ترتیب افشا میکردیم. افشا منظورم روشنگری میکردیم که و اون کسانی که آمدن مرتکب این جنایت ها شدند با تکیه بر قوانینی بود است که اون قوانین باید زیر سوال می رفت. این یک. و این که چجوری باید این توضیح باید می دادیم به کل جامعه که به چه دلیل و چجوری به طور مشخص این قضیه تغییر مسیر داده، این پرونده تغییر مسیر داده، قلب ماهیت شده. اینها به اون صورتی که من فکر میکنم انجام نگرفت، هرچند رگاهایی ازش وجود داشت. این نکات به نظر من نکات منفی گفتید، این را باید نقد کرد. من معتقدم این قضیه همونجوری که شما هم گفتید و تو فیلمتون اسم فیلم رو زخم باز گذاشتید، یک زخم باز همچنان وجود داره و باید همچنان پیگیری بشه. اینجوری نیست که یه دفع کنن مثلا تمام شده است، نه، از نظر افکار عمومی، از نظر کانون نویسندگان، از نظر خانواده ها این مسئله همچنان مفتوحه و دوستداران این جانباختگان راه آزادی این قضیه رو همچنان دنبال خواهند کرد. ببین با هر حال اعضای کانون هم جدا از فضای کلی جامعه نیستن، یه واقعیتیه. به هر حال اون آدمی که اومده تو کانون، درسته به خاطر منشور کانون اومده، به خاطر به هر حال بحث آزادی بیان اومده، ولی به هر حال نگاه سیاسیش هم تأثیر میذاره روی همون نوع دفاعش از آزادی بیان. کسی که مثلا جامعه رو هر حال دوچار این تفکر باشه که جامعه در اثر حاکمیت اصلاح طلبی منجر به تحقق آزادی بیان میشه فضای جامعه، طبیعیه که به هر حال اینجور نگاهی هم داشته باشه به بحث آزادی بیان توی کانون. این که من جواب سوال شما رو بذارید اینجوری بدم، اصلا در حالی که بیش از 90% جامعه آمدن رأی دادن به جمهوری اسلامی، شما چرا توقع نداری که همون آدم هایی که به هر حال الان حالا تو فاز اصلاح طلبی قرار گرفتن، اونها یهو بیان مثلا کل جمهوری اسلامی رو ببرن زیر سوال؟ طبیعیه که یک پروسه تاریخی احتیاج داره، این باید روندش طی بشه. به نظر من اینکه توهم زدایی، خب
اینکه بدتر از اون یک عده‌ای رفتن اصلا حضور خمینی از کانونیا اول انقلاب، یک عده‌ای رفتن اونجا. البته این کل تشکیلات کانون نبود واقعا، منتها یک اعضایی از کانون رفتن اونجا و اون هم آب پاکی رخ رو دست اینها که آره قلم بزنید ولی برای اسلام قلم بزنید. خب کسی که به هر حال کسانی که میرن اونجا و به هر حال به این امید که حالا مثلا اینا یه وعده خوبی از در مورد آزادی بیان از دهن ایشان بشنون، شما چه توقعی دارید که بعد در پروژه اصلاح طلبی این گرایش توهمزا نسبت به کل جمهوری اسلامی خودشو به یه صورتی دیگه نشون نده؟ به هر حال اینا هم اعضایی از جامعه هستن، هرچند ممکنه اعضایی از به اصطلاح پیشروان و فرهیختگان جامعه باشن، مگر همونهایی که رفتن خارج کشور اونا هیچ کدومشون توهم به جمهوری اسلامی و جناح اصلاح طلب نداشتن. خیلی از جریانات چپ هم با وجودی که فرار کرده بودن از دست جمهوری اسلامی در همون خارج کشور سینه چاک می دادن برای خاتمی. این که دیگه نمیشه گفت به دلیل مثلا فشار بود اونجا، که فشاری از طرف جمهوری اسلامی نبود، نگاه سیاسی اینها بود، نگاه سیاسی اینها مبتنی بر توهم نسبت به جمهوری اسلامی بود. این باید این تاریخ طی می شد تا بالاخره اونها هم پی ببرن. معنیش این نیستش که به هر حال روند و اوضاع همه رو هم روشن میکنه، نه، یک عده هم منافعی دارن در دفاع از جمهوری اسلامی. به نظر من اونها کماکان اون نگاه حمایتیشون رو از جمهوری اسلامی ادامه خواهند داد، ولی واقعیت اینه که الان این فضایی که الان وجود داره با فضای زمان دو خرداد بسیار متفاوته و اون بخش اعظم اون توهم ریزش کرده. به نظر من قانون جز به هر حال همین انتشار بیانیه ها، جز برگزاری مراسم کار دیگه ای نمیتونسته بکنم و این کارها رو کرده. به نظر من به رغم گفتم انتقاداتی که بهش وارده است، قانون ساکت ننشسته، قانون به هر حال واکنش نشون داده و جز این در چارچوب منشورش، جز این منشور اساسنامه قانون، جز این هم نمیتونسته بکنه. منتها اون نقدی که گفتم حتی در چارچوب اون منشور که بحث در اون ماده هفت منشور میگه که قانون نویسندگان ایران تشکیلاتی است مستقل، اون کاری که گفتم در اون به هر حال اون هیئت دبیران موقتی که در اسفند 77 انتخاب شد، اون به طور موقت خدشه‌دار شد ولی به درستی با واکنش بدنه کانون روبرو شد و اون حمایتی که شد از بعضی از شهرهای اصلاح طلب و اون ذکر نام به نام خداوند و از این چیزا، اینها دیگه متوقف شد و ادامه پیدا نکرد. این نشون میده که به هر حال قانون تشکیلات زنده ایه که واکنش نشون میده و به اصطلاح نمیذاره که اون تجربه تلخ سال 58 دوباره تکرار بشه. به درستی به نظر من اینجا قانون نشان داد خودش رو، اون زنده بودنش رو در چارچوب به هر حال منشور و اساسنامه‌اش. به هر حال واکنشش همیشه واکنش اعتراضی بوده، واکنش دادخواهی بوده، در حد خودش مراسم برگزار کرده و براش هم هزینه داده. الان همین سه تن از اعضای قانون که تحت پیگرد قرار دادن و اونها رو تفهیم اتهام کردن با اتهامهای اقدام علیه امنیت، اجتماع و توانی برای اقدام علیه امنیت، از این چیزای دهن پرکنی که برای هر کسی که میخوان صداشو ببرن، یکی اتهام این سه نفر، یکی اینه، یکی تبلیغ علیه نظام، یکی شرم‌آورتر از اینها
تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا، این اتهامی است که به این ستاد داده. این ستاد دقیقا تو یک مراسمه که در سالهای اخیر در همون امامزاده طاهر قرار بود برگزار بشه، اینها این پرونده در جریان این مراسم برگزار شده. میخوام بگم که میگه چه کار کرده، اینجور هزینه هایی هم داده و داره میده برای همین مراسم، برای دفاع از این قربانیان قتل ها، برای دفاع از آزادی بیان، برای مبارزه با سانسور. به هر حال از پا ننشسته و به فعالیت خودش ادامه داده.